سلام خوش اومدید به کانال ریل استوری امروز اومدم داستان دانگلایت دا دورو رو به همراه همه انتخابا و پایانهای بازی رو واسهتون تعریف کنم ممنون میشم قبل از هر چیزی ویدیو رو لایک کنین اگه با محتوا حال کردین کانال رو سابسکرایب کنین و زنگولی بغلش هم بزنین بریم سراغ داستان بازی خب قبل از اینکه اصلا بازی شروع بشه یه کاتین طولانی رو میبینیم که وقایع بازی رو از قبل تا زمان حال نشون میده بعد از اینکه هران کلا از نقش پاک شد دانشمندا و محققا بالاخره تونستن یه واکسن پیدا کن اینجا یه توضیح راجع به شهر هران هم بدم هران شهری بود که نسخه قبلی بازی توی اون جریان داشت توی DLC فالووینگ معلوم میشه که ویروس از شهر هران توسط کرین همون شخصیت اصلی بازی به بیرون نشت پیدا میکنه و کل دنیا آلوده میشه جیاری هم یه سازمان بود که توی بازی اول واسه اونایی که توی هرام بودن آنتیزین میفرستاد البته تو زرد از آب در اومد و توی ادامه ویدیو توضیحات بیشتری راجع بهش میدم جیاری احمق که میخواست از واکسن استفاده نظامی کنه زد و یه سویه جدید مثل همین اومیکرون خودمون درست کرد دقیقا مثل کرونا که از توی آزمایشگاه وان نشت کرد و توی دنیا پخش شد اینا همون مسیر رو دنبال کرد با این تفاوت که توی دو سال 98 درصد جمعیت دنیا رو کشت خود بازی میگه تنها جایی که مردم توش زنده موندن ویلادوره یعنی همون جایی که ما توش بازی میکنیم تا اینجا هرچی رو که گفتم خود بازی توی کاتسی نشونتون میده ما توی دیلسی فالوینگ دیدیم که کرین جلوی نابودی هران توسط جاری رو گرفت ولی خب در آخر مجبور بود بین کشتن مادر یا نابود کردن شهر یکی رو انتخاب کنه اگه مادر رو هم میکشت به والتایل تبدیل میشد سازنده های بازی دست تخیلات پلیرا رو باز گذاشتن یعنی چه فکر کنین کرین والتایل شده یا شهر رو نابود کرده هیچ فرقی نمیکنه طبق یه توییت از اکانت اصلی داین لایت این نسخه از بازی 15 سال بعد از نسخه قبلی اتفاق میفته و شهر ویلادور هیچ ارتباطی با شهر هران نداره بازی توضیح دقیق راجع به هران نمیده و نابود شدن هران هم میتونه به دو شکل باشه یا از طریق ویروس و زامبیا نابود شده باشه یا کرین شهر رو با بمب اتم نابود کرده اینجا راجع به اتفاقای قبل حرف زدیم بریم سراغ داستان بازی سرعت پخش شدن ویروس توی شهر خیلی زیاد بود و واسه همین جیاری از یه گاز مخصوص که فکر میکردن جلوگیری میکنه از انتشار ویروس استفاده کرد ولی خب برعکس با این کارشون مردم رو به کشتن دادن و عملا رفت آمد توی جاهایی که گاز رو ریخته بودن غیر ممکن بود توی بازی هم اون جاهایی که زرده باقی مونده گازایی که جیاری استفاده کرده. چند ماه قبل از بازی یک کامیک بوک اومد بیرون به اسم بنشی توی کامیک بوک نشون میده کل شهر رو با این گاز پوشوندن و فکر میکردن که جولی همه گیری رو میگیره ولی زکی هه. ریدین برعکس عمل کرد و ویروس بیشتر پخش شد توی کامیکی داستان مهم دیگر رو هم میگه و توی اون کاراکتر اصلی قبل از اینکه بمیره گردنمندش رو به دوستش میده دوستش هم میبینه که گردنمند حاوی اطلاعاتیه که میتونه واکسن رو کامل کنه ولی خب کلاقه به خونش نمیرسه و اونی که گردنمند رو داشت زامبی میشه کامیک همینجا تموم میشه بعدش ما بازی رو شروع میکنیم که سال 2036 15 سال بعد از وقایع قسمت اول میبینیم که کاراکتر اصلی به اسم ایدن داره از یه گل زامبی فرار میکنه و کم بعد یکی از به اسم سپایک. که کمونی بود که توی ایران بود و میفهمیم کلا دارن ماجراجویی میکنن و توی دنیای نابود شده ول ول میچرخن لابلای صحبتاشون میفهمیم زیاد صمیمی نیستن و از روی ناچاری با هم سفر میکنن توی حرفاشون ایدن میگه داره دنبال خواهرش میگرده دانشمندا روی ایدن و خواهرش توی بچگیشون آزمایشهای مختلف کردن بازی دوران بچگی ایدن و خواهرش رو توی فلشبک و حرفای ایدن نشون میده جیاری از پیدا کردن واکسن ناامید بود پس از بچه به عنوان نمونه استفاده میکرد چون بچه ها جلوی ویروس مقاومت نشون میدادن بعدش دانشمندان ها میفهمن های مثل سن و رشد و مغز و شدت ویروس جلوگیری میکرده که بچه ها مبتلا بشن دانشمندا روی این بچه ها همه جور آزمایشی کردن تا با واکسن برسن مسئول این آزمایش هم یه دکتر به اسم والتس بود وقتی که دانشمندا به پیدا کردن واکسن نزدیک بودن کارما اومد و همهشون مالید ویروس نش کرد و همشون مردن بعد از اون اتفاق میا مریض میشه اونا تصور میکردن که با گذشت زمان بچه ها بازم جلوی ویروس مقاومت که البته بودن به جز میا چون میا سیستم ایمنیش ضعیف بود جلو ویروس کم آورده بود مشکل اینه فلش بک هایی که بازی نشون میده با هم فرق دارن توی بعضی از فلش بک هایی که از گذشته نشون میده ایدن برادر میا و حاضر هر کاری واسش انجام بده و دکتر والز یه آدم لاشی تمام ایار نشون میده مثلا اینو ببینین Got you. Won't hide. <ubers> اولی خاطر ایدن از اون لحظه بود ولی وقتی ما دکتر والس رو دیدیم ایدن فلشبک دومی رو میبینه چرا آدمو گیج میکنین آخه من به ویورام چی بگم تنها کسی که میتونه اطلاعات راجع به اون موقع بهمون به بده لوانه که بعدا توی بازی میبینیمش چون خود لوان هم جز اون پروژه بوده اینو میگم ولی خب اون دل خوشی از دکتر والز نداره خب اوکی اینجا دیگه باید مطمئن باشیم والس آدم بدیه ولی نه بازی میخواد کاری کنه که گوگیجه بگیریم چون جلوتر یه شعر پیدا میکنیم از یکی از بچهای همون آزمایشگاه توی اون شعر دکتر والس آدم خوبی معرفی شده یکی دیگه از دلایلی که منو گیج کرده این بود که آخر بازی دکتر والس میگه میاد دخترشه اگه ایدن و والس جفتیشون راست میگن یعنی ایدن پسر والتس ولی خب نه والز گردن میگیره که ایدن پسرشونه ایدن قبول داره که والز پدرشه پس یه تئوری اینجا به وجود میاد که یا ایدن ایدن مثل داداشی میا بوده یا میا و ایدن خواهر و برادرن و میا برای والز مثل دخترشه هی hey, به قرآن خودمم هم گیت شدم خدا ای خدا, ای خدا, ای خدا من دیگه رد دادم. تازه با توجه به خاطرات ایدن یه تئوری هست که والز کلا داره شعر میگه که ایدن رو گول بزنه قوی ترین تئوری همونه که والز میاد پدر و دخترن و ایدن مثل داداشی میاد و حاضر هر کاری واسش بکنه هیچ کدوم از اینایی که گفتم دلیل خوب یا بودن و اون آزمایشگاه و آدمای توش نمیشه چون لوان میگه اونجا آشغاله ولی بقیه اوکی بودن برگردیم به زمان آر. هر که تا الان گفتیم و ایدن هنوز نمیدونه و داره دنبال خواهرش میا میگرده تنها چیزی که یادش میاد اینه هنوز میاد توی شهر و دکتر والز هم که شکنجهش میکرد اونجاست ایدن به کمک یه نفر بالاخره وارد شهر میشه اما موقع وارد شدن یه والتایل ایدن رو گاز میگیره و مبتلاش میکنه خودش رو نجات میده ولی خب مبتلا شده بعد از قضیه گاز گرفتن و اینا اون یارویی که به ایدن کمک کرده بود و گروه رنگیت میگیرن رئیس اون گروه هم دکتر والزه دلیل گرفتن این یارو هم کلید جیاریه یک کلید که باش میشه تمام صندوق های جیاری رو باز کرد و از تجهیزات و تاسیسات جیاری استفاده کرد بعدش به ایدن میگن که برو کلیدا رو پس بگیر و بیارشون پیش لوان توی ویلادور ایدن از دست دکتر والز فرار میکنه و با بدبختی به بازار میرسه مردم اونجا میگن وای مهمون داریم چیکارش کنیم میگیرن اعداممون میکنن البته شانس میاره و یکی به اسم میاد و نجاتمون میده و با درمان موقت نمیذاره زامبی شیم. راجع به ویروس هم بگم وقتی که یه انسان مبتلا میشه به لول یک از چهار میرسه اگه به لول چهار برسه دیگه نمیشه جلوی پیشرفت ویروس رو گرفت تنها راه جلوگیریش هم نور خورشید و لامپای یووی یا داروهای دیگه مثل آنتیزین توی داینلایت لایت اگه آنتیزین مصرف میکردیم پیشرفت متوقف میشه. ولی اینجا ویروس قوی تره کلا اگه توی نور خورشید وایسین یا جلوی این لامپ بنفشا بیمار دیگه پیشرفت نمیکنه واسه همون، وقتی وارد جای تاریک میشین تایمر روی دستتون شروع به شمارش میکنه دقت کرده باشین همه از این دستبندا دارن یعنی همه یه جورایی مبتلا شدن این دستبندا میگه که کی قرار رضا بشین و اینجا میفهمیم که دلیل اعدام کردنمون مهمون نوازیشون نبوده بلکه نداشتن دستبند بوده توی ادامه ماجرا جویمون هاکان قبول میکنه به ایدن کمک کنه و در ازاش برای بیرون رفتن از شهر کمک ایدن رو میخواد بعدش هم هاکان ایدن رو به محل فیشای میبره تا لوون پیدا کنه ولی خب یه مشکلی هست چون رهبر گروه پیسکیپر کشته شده منطقه‌ای که دست اوناست بسته تا وقتی قاتل پیدا نکنن و از همینه ایدن و هاکان مجبور میشن از راه زیرزمینی برن و به مرکز شهر هم میرسن ولی گروه پیسکیپرا پیداشون میکنن خب خوشبختانه اینا از مردم و بازار مهمون نوازترن و حلقاویز کردنمون برفامون گوش میدن مجبور میشیم برای آزادیمون معامله کنیم ایتور یعنی همین شخصی که میبینین قول دسترسی به مناطق مرکز شهری رو میده و در ازاش قاتل فرماده شونو میخواد ایتور در ادامه چند تا از های میگه که قاتل راحت تر پیدا کنیم اولیش پنج بکس فرمانده است که گم شد و از روی جسدش برش داشتن دومین نشونه هم خالکوبی روی بدن فرمانده لوکاس بوده که از روی بدنش اونم کندن آخری هم جای زخمایی که با همون پنجه بوکس فرمانده روی بدن قاتل ایجاد کرده این جای بازی جاییه که کم کم انتخاب کردن شروع میشه با انتخاباتون میتونین مسیر بازی رو عوض کنید چون ایتور فکر میکنه مردم بازار فرمانده لوکاس کشتن مجبورین اعتماد مردم بازار رو جلب کنید خلاصه بعد از انجام دادن چند تا معمولیت چرت و پرت آخرش میفهمین که کشتن فرمانده پیسکیپرا برا ربطی به مردم بازار نداره موقع برگشتن به کمپی که اونجا بودیم تا خبرش رو به صوفی بدیم میبینیم به کمپ حمله شده احتمالا توسط پیسکیپرا موقع وارد شدن هاکان بهمون بیسیم میزنه و میگه توی درگیری داخلی دخالت نکن اینجا بازی بهمون حق انتخاب میده که بریم داخل ببینیم چه خبری یا رامون رو بکشیم و بریم اگه انتخاب کنیم بریم داخل و به صوفی خبر بدیم به محض ورود تعداد زیادی جسد و آدم زخمی بینیم که اکثر متعلق به پیسکیپرا توی بیسیم یکی از افراد پیسکیپرا صدای تو رو وقتی که جوابشو میدیم بهش میگیم همه افراد مرنن این بارنی تخم سگ رو میبینه و به همه میگه ما جاسوسیم خلاصه مجبور میشیم با افراد بارنی و همچنین بادیگارد صوفی بجنگیم و بکشیمشون بعد از کشتن اون همه آدم میتونیم حرف بزنیم ولی اونا هیچ کاری با ما ندارن اینجای بازی دوباره بهتون حق انتخاب میده اگه بهشون بگیم ما میتونیم به هم کمک کنیم تصمیم های قبلیتون برمیگرده و میتونیم بازمانده ها کمک کنیم تا واتر تاور رو پس بگیرن ولی اون یکی گزینه همینجا مرحله رو تموم میکنه و دوباره باید برگردیم سر کار اولمون یعنی پیدا کردن قاتل فرمانده لوکاس اگه همون اول قبل از ورود اون یکی گزینه رو بزنیم برمیگردیم پیش ایتو رو اون میخواد که واتر تاور رو بگیره اینجوری اونا مجبور میشن قاتل رو خودشون بدن. البته توی خود بازی میتونید بعد از اینکه واتر تاور رو گرفتین اونو دوباره به بازماندا پس بدین دیگه اینجا انتخاباتون به شخم بازیه بعد از این قضیه هاکان بهمون همون بیسیم میزنه و میگه الان که بانی و صوفی رفتن بیا تو متل واسه پیدا کردن سر نخو بعدش به همون اتاقی که توش پناه گرفته بودن میریم و یه سری رو پرد پیدا میکنیم و بله تتو روی پوست فرمانده لوکاس هم پیدا میکنیم سریع به پیسکیپرا خبر میدیم و اونا میان بارنیو میکنن تو گونی و اجازه تردد توی مرکز شهر رو هم بهمون میدن بعدش از هاکان جدا میشیم یکم جلوتر میبینیم از یه برج پیسکیپرا دود بلند میشه اگه تو این مراحلی که گذشت طرف بازمانده ها رو میگرفتین این معموریت تونل و گشتن و تا بارنی اصلا اتفاق نمیافتاد و توی حمله به همون برج که ازش دود میومد کمکشون میکردیم و این بار سوفی ما رو به مرکز شهر میبرد توی هر دو حالت مقصدتون یکیو به خاطر جنگشون با هم قسمتی از تونل خراب میشون نمیتونین فعلا به مرکز شهر برین یکم بعد هاکان با همون تماس میگیره و ما رو به مخفیگاهش دعوت میکنه موقع وارد شدن یه تیر قیب میاد و میخوره تو سینش ما هم که کمکش کنیم جای زخمی رو که ایتور گفته بود میبینیم میفهمیم هاکان فرمانده لوکاس کشته اینجا دوباره بازی بهتون حق انتخاب میده کمکش کنین یا بذارین بمیره اگه کمکش کنین یه مرحله فری باز میشه که میرین همین استرایپر رو پیدا کنین ولی با انتخاب اون یکی گزینه یه راست میره سراغ مرحله بعد ایدن میفهمه که دکتر والز همونی که دنبالش بود توی یه کارخونه ماشین همین نزدیکیاس واسه همین میره برق و را میندازه و میره سراغش اگه توی مراحل قبل طرف پیسکیپرا رو بگیرین ای طور میاد کمکتون در غیر این صورت بازم میاد ولی نمیدونه شما اینجا اینو اگه ببینتتون زیاد خوشحال نمیشه ولی خب فحشتون هم نمیده توی ادامه دکتر والسو گیر میندازین ولی خب یهو سوپرمن میشه و همه رو میکشه ما رو میکشه آره آره بعد از اینکه به هوش میایم با رنگیدا میجنگیم بعد یو ما هم سوپرمن میشیم جالبه مربوط به همون آزمایشه که توی بچگیمون دکتر والز رومون انجام داده و الان با ویروس ترکیب شده بعدش فرار میکنیم و میریم دنبال والز دوباره پیداش میکنیم اون کلید جیاری رو ازمون میگیره و میخواد ما رو بکشه و محض اینکه ایدن اسم میارو میاره والز ما رو ول میکنه و بعد از چند ساعت گیم پلی مسخره کلید جیاری رو ازش پس میگیره میفهمیم اون اسنایپری که کمکمون میکرد لوان بوده. همونی که دنبالش بودیم به مخفیگاه لوان میریم و بعد از 15 سال برق کل شهر رو وصل میکنیم <تصفیق> علام <معصد>. علام <تصفیق> با... به همراه لوان به فیشای میریم و فرانکو میبینیم راجع فرانک توضیح میدم گروه رنگید اونجا واسهمون تله گذاشتن بعد از کشتن سرباز رنگید با سرگرد پیسکیپرا یعنی جک ملاقات میکنه. ازش میپرسیم کجا میتونیم دیتابیس جیاری رو پیدا کنیم دیتابیس جیاری ممکنه تنها راه واسه پیدا کردن میا باشه این مکالمه به یه سری مراحل ختم میشه که عملا چرت و پرتن تا وقتی که به رصد میرسیم رصد خونه با اینکه نابود شده ممکنه هنوز اطلاعاتی راجبه میا و آزمایشی که روش انجام شده رو داشته باشه ولی متاسفانه خیلی به شخ رفته و هیچ راهی واسه بهش وجود نداره ایدن یه بار دیگه تحت تاثیر ویروس قرار میگیره و وقتی بیدار میشه دوروبرش پر جسده دوباره با جکمت حرف میزنیم و این بار اون با ایدن یه قرار میذاره سرگرد میخواد برق برج وینسی رو برگردونه و در ازاش اون میگرده ببینه که بعد از همه گیری کسی از دانشمندهای جیاری باقی موندن یا نه واسه حمله به برج تعداد زیادی لامپ یووی میخوایم تنها کسی که میتونه تامینش کنه خوانه با لوان اشتباه نگیرین خوان این پیشنهاد رو میده که یا با اون کار کنیم یا با سرگرد بعد از این انتخاب به انتخاب بعدی میرسیم انتخاب بعدیمون هم اینه که برقا به کی بدیم سرگرد خوان یا همون فرانک مت از رادیو واسه پخش تبلیغات استفاده میکنه خوان هم همچنین ولی خوان این آپشن رو به ما میده که بفهمیم سرهنگ چی کار میکنه ولی فرانک میخواد باش رادیو امید و بسازه شاید فکر کنین که چرا باید به این قزمیت رادیو بدیم ولی فرانک داستان جالبی داره فرانک رهبر یه گروه به اسم نایتران را بوده آدمای شجا که توی شب دنبال منابع میگشتن و به آدمایی که گیر زامبی افتاده بودن کمک میکردن تیم اونا قرار بود دقیقا همون کاری رو که ما انجام میدیم انجام بده یعنی حمله به برج واسه ساخت رادیو هوب به معنی امید نقش فرانک جوری بود که به همه افرادش نیاز داشت چون یکی از افرادش مخالفت کرد خیلی از افراد دیگه هم نیومدن و از گروه خارج شدن اونایی هم که موندن به برج حمله کردن همشون به مجموع کتابای گاچ پیوستن البته به جز خود قزمیتش اینم آدمو کشته با انتخاب فرانک ما قرارمون رو با سرگرد مت میشکنیم و اون دیگه دنبال اون دانشمند جیاری نمیگرده البته در هر صورت شما رو پیدا میکنین نگران نباشید توی این انتخاب کسی که دانشمندو پیدا میکنه هاکانه قبل از شدن به اون توی یه مرحله فریلای همین مراحل که با لوان میرین آخرش میفهمین لوان و هاکان با هم بودن اون توی ادامه توضیح میده چرا هاکان اصلا آدم خوبی نیست اون درباره قضیه کشتن فرمانده پیسکیپر بهتون دروغ گفته اون با والز کار میکنه و یهو وسط رابطش با لوان اونو ول کرده و رفته البته اگه ول نمیکرد آدم خوبی بود اینا تازه خوبه خود هاکان میاد میگه من بودم توی گروه نایترانه را که اون شب مخالفت کردم و نرفتم چه با غرورم میگه لاشی نرفته خدا نفرو کشته توی ادامش میگه که میخواسته والت رو پیدا کنه ولی خود والتس اینو گیر انداخته واسه نجات جون و بقیه با همه از جمله لوان قطع ارتباط میکنه پس اون لوان همینجوری ول نکرده میترسیده اتفاق واسش بیفته واسه همون بود که کمکمون میکرد تا مام کمکش کنیم از شر خارج شه طبیعی دیگه میخواسته از شر دور باشه تصمیم قبلیتون راجع هاکان اینجا به کار میاد اگه قبلا جونشون نجات داده باشین میتونین باهاش مبارزه نکنین ولی در غیر این صورت باید, باید بکشینش بعدش هم لوان میاد و اونم میخواد بکشتش اینجا مهمترین انتخاب بازی و زندگی آکان توی دستای شماست بعد از این مرحله دکتر جیاری رو میبینیم دکتر توضیح میده که بعد از نابودی بشر دکترای جیاری همشون توسط مردم کشته شدن بجز خودش چون هیچکی نمیدونسته اونم دکتره بعد از اینکه وارد تاسیسات جیاری میشیم بالاخره به دیتابیس دسترسی پیدا میکنیم و میتونیم بفهمیم واسه میا چه اتفاقی افتاده ولی متاسفانه هیچ چیز اونجا راجع به نیست تنها چیز مرتبطی که پیدا میکنن محلیه که و بچه ها توش مورد آزمایش قرار گرفتن یه بخش به اسم x 13 همچنین یه نقشه به اسم x 10 پیدا میکنن توی اون نقشه چند جای شهر علامت خورده بعدا میفهمیم که این جاها محل برخورد موشک توی شهره بعد از به آوردن این اطلاعات ایدن و ورونیکا از آزمایشگاه فرار میکنن رنگیدان دوباره بهشون حمله میکنن این وسط مثلا ایدن دوباره حمله ویروسی بهش دست میزنه ورونیکا رو تیکه پاره میکنه بعدش هم لوان ما رو پیدا میکنه راجع به این که چجوری، کلونل و دکتر رو بکشیم حرف میزنیم زیاد راجع به کلونل حرف نزدم توی بازی بهش میگن قصاب واسه اینکه دستور داده کل شهر رو با گاز خفه کنه. واسه رفتن به قلعه کلونل هم مخفیان واردی ون میشیم با کلونل که حرف میزنیم میفهمیم یه چیزی اشتباه. کلونل میگه اونو والز خیلی وقت با هم حرف نزدن و از تلی که واسه فرانک هم گذاشتن خبر نداشته میفهمیم والز به کلونل خیانت کرده و خیلی از افراد کلونلم هم با اون رفتن و واسه همینه که رنگیدای اینجا لباسشون با رنگیدای والز فرق میکنه یکم بعد میفهمیم به دستور سرنگمت به فرانک حمله شده و اون زخمیه نجاتش میدیم این قسمت به انتخاباتون به رادیو رب داره شما اصلا اینو نبینید بازم بر اساس انتخاباتون لوان میتونه توی قله کرونل باشه ولی اینجا نیستش اگه اینجا طرف کرنل رو بگیرین اون خود شما رو به بخش x 13 میبره و شما میتونین جلوی دکتر بالز رو بگیرین فقط رانندتون توی مسیر کشته میشه و شما مجبورین با سرنگمت و سرباز پیسکیپر بجنگی اگه طرف کرنل رو نگیرین میکشین و از صد استفاده میکنین تا سطح آب و پایین بیاره. دارین. اینجوری یه منطقه جدید که زیر آب بیرون میاد و شما با سرنگمت از راه اون منطقه به کلونل حمله میکنید آخر حمله شما کلونل رو میبینید که میخواد خودکشی کنه قبل از خودکشی میگه که کجا x 13 رو پیدا کنید بعد از این مرحله دوباره توی مسیر آزمایشگاه x 13 رو حمله میکنن البته اگه فرانک نجات داده باشین یه چند تا نایترانر کمکتون میکنن وگرنه باید تنهایی بجنگی بعدش هم ایدن و لوان به x میرسن و شروع میکنن به گشتن دنبال والز ولی لوان زخمی میشه و نمیتونه با همون بیاد اینجا اینجا به انتخاباتون رب داره که هاکان میاد یا نه قرار میشه هاکان لوان رو به جای ام ببره و ما هم تنهای بریم پیش دکتر والز ولی لوان داره فیلم بازی میکنه هیچ چیش نیست وقتی که والز رو شکست میدیم لوان به جایی که موشک ها هستن میره و میخواد نارو متوقف کنه هاکانم هم خیلی دیر میفهمه این قضیه رو بعد از اینم بدبختی بالاخره میا رو میبینیم روی یه تخت بیمارستان و به دستگاه اکسیژن وصله میتونیم بگیم به زور زنده است بعدش با والز حرف میزنیم که اول ویدیو گفتم اگه یادتون باشه چیا میگیم توی یه فایت خفن شکستش میدیم و از اینجا به بعد پایانای مختلف بازیو میگم بعد از مبارزه میام میخواد که جلوی جفتمون رو بگیره کلید جیاری رو به ما میده ولی والس کره خر باعث میشه کلید بیفته توی مواد شیمیایی و نابود میشه میام حالش بد میشه و سریعا به دستگاه اکسیژن میرسونیمش والس تمام این مدت دنبال مداوا کردن میام بوده ولی خب نتونسته میام از این زندگی نباتیش خسته شده و دوست داره بمیره دلیل فال شدن هم واسه خطای ایمنی بوده که توی تاسیسات رخ داده هم نمیتونسته کنه چون دستگاه اکسیژن برق میخواسته و در نبود و برق میا میمرده دو تا راه داریم یکی که بزنیم کلا برق قطع کنیم یا دومی که موشکا رو قبل از لانچ شدن منفجر کنیم ایراد راه دوم اینه که باید دستی انجام بشه پس احتمالا لوان میمیره چون خودش قرار موشکا رو منفجر کنه توی این موقعیت ایدن میتونه میا رو از آزمایشگاه بیرون بیاره یا میتونه میا رو ول کنه و بجاش بریم لوان رو نجات بدیم اگه میا رو انتخاب کنیم توی زمان کمی که مونده اون از آزمایشگاه بیرون میبریم و از انفجارم نجاتش میدیم ولی خب لوان میمیره البته البته اگه هاکان نکشته باشین میره لوانو نجات میده و همه با هم از آزمایشگاه فرار میکنن اگه هم لوانو انتخاب کنیم اون پشماش میرزه که میارو ول کردین و موقع فرار اومدین اینو نجات بدین موقع بیرون اومدنم سوپرمن میشه و ولی خب موشکا بالاخره لانچ میشن و شهر مورد حسابت قرار میگیره اینجا گیم پلی بازی تموم میشه توی ادامه هم چند تا کاتسین آخر بازی رو میبینیم هر کسی که توی شهر منطقه های بیشتری دستش باشه رهبری شهر میفته دستون فرقی نمیکنه پیسکیپرا باشن یا بازماندا این منطقه های بازی رو بین پیسکیپرا و بازماندان نصف کنین انتخابای دیگه تون مهم میشن مثلا اینکه رادیو رو دست کی دادین فرانک جزء مردم عادی حساب میشه و خوان و سرگرد مد جزء پیسکیپرا اینا توی انتخاب رهبر شهر تاثیر داره توی کاتسین بعدی هم نشون میده که اگه کلونل زنده بود چه اتفاقی میفته. اگه هم بدیم شهر با موشک نابود میشه و توی کاتسین شهر رو نشون میده که با خاک یکسان شده بعد از اینا یه کاتسین میبینیم از سپایک همونی که اول بازی با ایدن بود بعد از رسوندن یه بسته راجع به ایدن میپرسه بعدشم به کاتسین آخر بازی میرسیم که دو بخش داره بخش اول مربوط به انتخابامون توی آخر بازیه که اگه میارو رو نجات بدیم میفهمیم بعد از چند ساعت به خاطر سیستم ایمنی ضعیفش مرده اگه لوان نجات بدیم میاد و میگه دنبال یکی دیگه بگرد که واسش همه چی تو بدی. What? تو این کاتسین ایدن میتونه با لوان یا هاکان یا خودش تنهای شهر رو ترک کنه به خاطر حمله های ویروسی که بهش دست میده میترسه اتفاقی که واسه ورونیکا افتاد واسه اطرافیاش هم بیفته پس از شهر خارج میشه خب اینم از داستان داینگ دو سعی کردم همه انتخابا و پایاناشو واسهتون بگم خیلی خوشحالم میکنین اگه ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین اون زنگوله بغلش هم بزنین دهنم سرویس شد سر این ویدیو امیدوارم خوشتون بیاد تا درودی دیگر بدرود